با عرض مراتب درود و احترام خدمت یکایک شما بیننده های ارجمند برنامه نگاه به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان و به امید خوشبختی های مردم عزیز ما، صحتمندی شما بیننده های گرانقدر و آزادی و آبادی کامل سرزمین غمبار افغانستان، اینک بخش 85 برنامه نگاه به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان خدمت شما تقدیم میکنیم که از طریق شبکه تلویزیون جهانی امید 24 از شهر بزرگ تورنتو کانادا پخش میشه و تاریخ امروز 19 ماه آگوست سال 2020 میلادی هست. اینک چهارشنبه شب ساعت 7 شام که برنامه ما البته ساعت 7 به وقت تورنتو کانادا تا ساعت تقریبا 8 شب ادامه خواهد داشت و از شما عزیزان و بیننده های همزبان و هموطن باز هم اظهار سپاس می کنم نسبت به اظهارات نیکو و دوستانه و تایید شما عزیزان از این برنامه و برای شما موفقیت ها آرزو می کنیم و آرزومند هستیم بتونیم برنامه ها را به اساس خواست و تایید و واقعیت ها ادامه بدیم. دوستان عزیز، تا هفته گذشته به خاطر خواهید داشت که در مورد آمدن سردار محمد داود خان به عرصه سیاسی افغانستان، البته قبلا هم در عرصه های سیاسی نقش مهم خود داشت، اما نشستنش به کرسی صدارت افغانستان پس از کاکایش سردار شاه محمود خان سخنانی داشتیم و گفتیم که سردار محمد داود خان وقتی به کرسی صدارت نشست و اعضای کابینه خود ساخت و یا تعیین کرد، طی اعلان خط مشی حکومت خودش از سه نقطه مهم یاد کرد و این نقاط به عنوان عمدترین کارهای سیاسی و اجرایی خودش به سمع مردم افغانستان رسوند. از او جمله در بخش سیاست داخلی گفته بودیم که موضوع انکشاف اقتصادی و عمرانی و اجتماعی افغانستان و در بخش سیاست خارجی جدی گرفتن موضوع پشتونستان و همچنان حفظ سیاست بی‌طرفی یا عدم انسلاک کشور ما. همچنان تذکراتی داشتیم روی اقدامات و توقعات و انتظارات سردار محمد داود خان و حکومتش از ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت توانمند اقتصادی جهان و همچنان صنعتی و علمی دنیا. و گفته بودیم که همانند سردار شاه محمود خان چندین بار به جانب مقام های ایالات متحده آمریکا مراجعه نمود و تقاضای مربوط به حصول کمک های اقتصادی و نظامی و تکنیکی و علمی را به عمل آورد. اما در سال 1954 میلادی بود که وقتی سردار محمد نعیم خان برادر سردار داود خان سفر رسمی به واشنگتن نمود، با خود یک فهرست از ضرورت‌های نظامی یا وسایل و وسایط نظامی را با خود به آمریکا برد تا به او اساس بتونه یا کمک‌های بلاعوض و یا خرید اسلحه را مطرح بکنه با مقام‌های آمریکایی. و تذکر داده بودیم که وزیر امور خارجه وقت آمریکا به نام دالس متاسفانه تقاضای نماینده سیاسی داود خان هم با نامهربانی و سردی پاسخ گفت و علاوتاً فهرست محرمانه جانب افغانستان که ضرورت‌های نظامی در چنان بود هم خلاف تمام نزاکت‌های دیپلماتیک در جهان کاپی این فهرست با سفارت پاکستان در واشنگتن هم تسلیم کرد. این چیزی بود که جانب افغانستان هرگز توقع نداشت. خب پس از تقاضاهای مکرر و مراجعات متواتر
سردار داوود خان هم از جانب آمریکا نومید شد و برگشت به طرف دو کشور اروپایی، در قدم اول آلمان و فرانسه. قراردادهایی را با این دو کشور به امضا رساند در مورد همکاری های تکنیکی، طبابتی، در مورد زراعت، معارف و امثال هم. اما پروژه های بزرگ و برنامه های بنیادی را که صدر اعظم وقت سردار محمد داوود خان مد نظر داشت، به خاطر یک جهش در زندگی مردمی افغانستان و یا تقویت نظامی امور عسکری کشور ما و زیربناهایی را که در نظر داشت که باید بالاش کار شود، این پول گزاف و پروژه های بزرگی بود که کمک های بزرگتر از کمک های آلمان و فرانسه را ایجاد میکرد. پس داوود خان ناگزیر شد، چون از طرف ایالات متحده آمریکا عرض کردم که ناامید شد و همچنان با پاکستان در رقابت عجیبی بالای موضوع پشتونستان قرار داشت و ضمناً میخواست مانند شخصیت های بزرگ جهان سوم یا کشورهای غیر منصدق مصدر کارهای بزرگ شود. ولی چون دستش خالی بود از نظر مالی، افغانستان سخت ناتوان بود. ناگزیر بود با یکی از ابرقدرت ها مراجعه بکنه و کمکهایشون را جلب کنه. پس از تردیدهای آمریکا، سردار داوود خان ناگزیر شد به طرف شوروی دیروز مراجعه بکنه. تا اینجا عرض کرده بودم که وقتی به مسکو مراجعه میکنه، رهبران مسکو تقاضاهای سردار سردار داوود خان با خوشی میپذیرند و گویا که منتظر چنین تقاضا از جانب داوود خان بودند. نه تنها همکاری های اقتصادی و نظامی خودشان اعلام میکنند به افغانستان، بلکه پروژه های مختلفی را به مرور با حکومت داوود خان به امضا میرسانند. علاوه از همه، طی سفری که خروشچوف و بولگانین دو رهبر بلند رتبه یا صلاحیت دار شوروی دیروز به کابل در سال 1955 انجام میتن، طی این سفر از یک جانب استقبال فوق العاده گرم و بیمانند از اینا صورت میگیره و از جانب دیگه جانب شوروی دیروز هم با آغوش باز همه پیشنهادهای سردار داوود خان که در رأس حکومت افغانستان قرار داشت میپذیرند. علاوه از او، وجه 100 میلیون دلار در اون زمان هم با ربح بسیار ناچیز و یا فیصدی بسیار کم سود به جانب افغانستان تحویل میدن. حال پس از این مقدمه، در این بخش برنامه ما در نظر داریم که به اساس آرزوهای داوود خان و به اساس اقداماتی که در بخش امرانات و یا انکشاف افغانستان در بخش های مختلف داشت، او سلسله از پلان ها، پروژه ها و اجراعاتش بیان کنیم قبل از اینکه با سیاست های منفی و تقریبا زیانبارش بپردازیم که رو تای برنامه های آینده وعده میدیم خدمت شما عزیزان. اجازه بفرمایید در مورد یک سلسله از پروژه های عمرانی و تکنیکی و علمی و تولیدی و امثال هم که در کشور ما با کمک شوروی دیروز انجام داد روی از او مکس کنیم و خدمت شما برز برسونم که کدام پروژه ها روی دست گرفته شد و به ثمر رسید. بالاخره این نقطه را هم خدمت شما عزیزان باید برز برسونم که پروژه ها و پلان هایی را که در دوران صدارت سردار محمد هاشم خان شوروی ها در افغانستان روی دست گرفتن، چون رقابت فیما بین شوروی و ایالات متحده آمریکا هم در میان بود و جانب شوروی آرزو داشت توجه بیشتر دولت های افغانستان و همچنان کشورهای منطقه را جلب بکنند، پس برنامه ها و پروژه هایی را که روی دست گرفتن تا حد زیادی مفید تمام شد با آینده کشور ما.
از جمله همه پروژه ها به اجازه شما چند تا رو در اینجا برز می رسانم من حیث نمونه. تأسیس فابریکی فلز و استخراج نفت و گاز شبرغان. و شما عزیزان بیننده مطلع هستیم که افغانستان در مناطق شمال افغانستان هم دارای نفت است و هم دارای گاز طبیعی با کوالیتی یا جنسیت بسیار عالی. در اون زمان یکی از پروژه های داودخان استخراج گاز و نفت شمال کشور ما بود به همکاری شوروی دیروز. دوم ساختمان سیلوی نانپزی در کابل و پلکومری که این سیلوها وقتی کارش به اکمال رسید واقعا مردم ما شاهد بودن که با تولید نان وافر در بخش ملکی و نظامی افغانستان مصدر کمک و سهولت‌های زیادی شد. همچنان تأسیس فابریکی تولید قیر در کابل که قبل از او این فابریکه وجود نداشت، وقتی فابریکه تولید قیر در کابل به همکاری شوروی ها بنیاد گذاشته شد، یعنی افغانستان خودش یا مقام های مربوط به وزارت فایدامه یا شهرداری و سایر منابع رسمی دارای مواد قیریزی شدند. پس با استفاده از همین مواد قیر غالبا بخش های زیادی از خیابان ها یا سرک های شهر کابل قیریزی شد و همچنان ذخیره گاز در کابل، مزار و هرات که ذخیره نفت قبل از او ذخایر مناسب ذخیرگاه یعنی ذخیرگاه مناسب علمی و استاندارد نداشتیم. بنابرو پروژه ذخیرگاه یا ساختمان نگهداری نفت و گاز در سه ولایت عمده افغانستان کابل، مزار و هرات هم بنا شد و وجود آمد. همچنان مرکز حفاظت نباتات در چارچوب وزارت زراعت افغانستان که این وزارت در با استفاده از ثمره این پروژه تانست در حفظ و در انکشاف بیشتر نباتات در ولایات مختلف افغانستان استفاده بکنند. دیگر مرکز امضای قرارداد تبادله پوستی فیما بین افغانستان و شوروی دیروز، سیستم پوستی و مخابراتی، امضای قرارداد ترانزیت کالاهای تجارتی افغانستان از خاک شوروی دیروز. چون شما عزیزان میدانستین و حالا هم میدانین که افغانستان یک کشور از نظر مالی ناتوان و متاسفانه محاط به خشکی است، به بحر و بندرگاه های بحری دسترسی ندارد. یعنی از سالهای 1893 و حتی قبل از او پس از امضای مائده گندمک و پس از او امضای مائده دیورند از کده بودم که مقام های هند برطانوی بخش های عمده سرزمین آبایی ما را بریدن که در او جمله مثلا ایالت سند شامل بود از جمله همه و ایالت سند همین کراچی امروز پاکستان که افغانستان میتونست تا سالهای متواتر به آبهای بحری دسترسی داشته باشد، ولی مقامهای هند برطانوی این مساعدت یا این امکانات از چنگ افغانستان رو بود و محاد به خشکش کامل. پس مقام امطوری که خود انگلیس ها تا زمانی که پاکستان ایجاد نشده بود حاکم بلا منازعه سر تا سر شبه قاره هند بودند، حتی دمو زمان هم وقتی نمیخواستن یا میخواستن دولت های افغانستان تحت فشار قرار بدن، ترانزیت تجارتی افغانستان
مسدود می کردن، متوقف می ساختن، مشکل خلق می کردن و بهانه جویی ها داشتن. چنانچه چندین بار در زمان اعلیحضرت امان الله خان اموال خریداری شده دولت افغانستان که از اروپا خریده شده بود و شمول فابریکه ها، ماشین آلات و امثال هم در بندر کراچی مصادره کردند، متوقف ساختند و نخواستند که به افغانستان انتقال پیدا بکنند. عین سیاست خانه خراب کن و استعماری را مقام های پاکستانی پس از تأسیس پاکستان در پیش گرفتند. باز هم در برابر افغانستان ناتوان و محال نخوش کرد و تا امروز شاهدیم میبینیم که هر زمانی که مقام های پاکستانی بخواهند افغانستان تحت فشار سیاسی قرار بدن، ترانزیت یا تسهیلات ترانزیتی جانب افغانستان مختل میکنن، مرز بند میکنن و نمیگذارن اموال تجارتی افغانستان از خاک پاکستان عبور بکنه، حتی مانع میشن او اموال تجارتی کشور ما را که از خاک پاکستان عبور کنه به هندوستان بره. به می دلیل داود خان این مشکلات کاملا درک کرده بود، می دانست با جانب شوروی ها قرارداد امضا کرد تا با عنوان قرارداد ترانزیت که شوروی ها تسهیلات فراهم کنند و مال تجاری افغانستان که از افغانستان با استفاده از خاک شوروی دیروز عبور بکنه و به طرف اروپا و کشورهای مختلف برسه. همچنان قرارداد دیگه که مبتنی بود بر اصول تجهیزات تبابتی بر شفاخانه های افغانستان، بخصوص بر شفاخانه 100 بستر نظامی افغانستان. این تجهیزات هم طی قراردادهای تجهیزات مورد نیاز این شفاخانه از شوروی دیروز به افغانستان سرازیر شد. همچنان پروژه آبیاری و زراعتی حدم و غازی آباد در جلال آباد، این دو پروژه بودن و اصلا که حقیقتا در بخش آبیاری و زراعت و تولید میوه مثلا نارنج و سایر میوه های فصلی در افغانستان سهولت های زیادی را به میان آورد و بسیار مفید تمام شد. احداث میدان های هوایی، این دیگه قرار داده بود که داود خان با شوروی ها به امضا رساند. مثلا میدان هوایی بگرام ساختمانش که جمله میدان های بسیار بزرگ در منطقه است و همچنان میدان هوایی شندند یا سبزوار در نزدیکی های ایران و همچنان نیروگاه برق در برق در نغلو فیما بین کابل و جلال آباد و پلخمری. این نیروگاه های برق یا تولید برق هم متخصصین شوروی پس از امضای قرارداد روی دست گرفتن و به ثمر رساندن. دیگر اعمار کارخانه ترمیم موتر در کابل که به نام فابریکی جنگلک یاد شد بعدها، که در این فابریکه هم موتر ترمیم می شد و هم تولیدات مورد نیاز دیگه هم داشت. متاسفانه این فابریکه جنگلک از جمله فابریکه های بزرگ تولیدی در کشور ما بود در مرکز افغانستان، در سالهای به اصطلاح جهاد و بعد از او از طرف تنظیم های اسلامی مسلح با بخاک یک سان گرد. مانند سایر ابنا و سایر امارات و پروژه های اقتصادی و عمرانی کشور از جمله دیگه قراردادهایی که فیما بین حکومت افغانستان و شوروی دیروز امضا شد، تأسیس فابریکی تولید کود و برق در مزار شریف و این هم از جمله فابریکه های بزرگ و مؤسسات تولیدی بزرگ در کشور ما به حساب میره که وقتی تکمیل شد در بخش زراعت و تولید کود کیمیاوی در سمت شمال بسیار مفید بود. از جمله پروژه های قابل
توجه. همچنان گسترش و ترمیم و مدرسازی بندر قزلقلعه یا شیرخان بندر، این همه جمله او پروژه هایی بود در زمان داود خان که با شوروی ها به امضا رسید. تمدید خط تلگراف بین کابل مزار، مزار کابل، مزار کابل و کابل قندهار، این پروژه هم روی دست گرفته شد و به کار رسید. همچنان تفحصات نفت و گاز در شمال افغانستان، این هم با شوروی ها امضا شد و تفحصات نفت و گاز از جانب متخصصین شوروی در سمت شمال کشور ما آغازیدن گرفت و کارها ادامه پیدا کرد. دوستان عزیز، ادامه میدیم این سلسله از پروژه ها را و بعدا میپردازیم به امور نظامی که در افغانستان چگونه مدرنیزه شد از جانب داود خان و سایر نقاطی را که لازم است. پس از یک وقفی کوتاه برمیگردیم. با عرض سلام و احترامات مجدد خدمت شما بیننده های گرانقدر برنامه نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان، موضوع مربوط به برنامه های انکشافی و یا پروژه های زیربنایی کشور عزیز ما که از جانب حکومت سردار محمد داود خان روی دست گرفته شد ادامه میتیم و دنبال میکنیم. خب، با سلسله این پروژه ها گفتیم که یک قرارداد دیگه با جانب شوروی دیروز به امضا رسید در مورد استخراج معادن افغانستان. طوری که شما عزیزان و شما هموطنان گرامی میدانید و حتی جهان امروز آگاهی داره که افغانستان دارای معادن متعدد زیرزمینی است، یعنی مواد بزرگ و بدبخور و حیاتی و قیمتی زیرزمینی. متاسفانه و با دریغ باید بگوییم که تا امروز مردمان عزیز ما خودشان بالای گنجهای زیرزمینی نشستن، یا خبر دارن و یا خبر ندارن. اگر خبر ندارن، خب پس از سالها مطلع شدن با تجسس و تفحصی که صورت گرفت، مطالعات علمی که انجام داده شد، و یا اگر خبر دارن باز هم با دریغ فراوان که هنوز هم از این سرمایه عظیم طبیعی مستفید نشدن. خب، متخصصین شوروی در اون زمان بر اساس امضای قراردادها فیما بین شوروی دیروز و حکومت افغانستان شروع کردن به مطالعات علمی در مورد معادن افغانستان. کدام معادن، کدام مواد، در کجا، چی مقدار وجود دارد؟ تثبیت این مواد و این معادن تقریبا انجام داده شد و متخصصین شوروی دیروز نتیجه مجموع این مطالعات به وزارت پلان افغانستان یا به حکومت افغانستان فرستادند و یا سپردند. چنان که پس از تحول سال 2001 میلادی، یعنی پس از سقوط امارت دار و تازیانه گروه طالبان، بار دیگر جانب غرب یا امریکایی ها این مطالعات از سر گرفتند و تثبیت شد که کشور ما دارای ذخایر مواد بسیار بسیار قیمتی و مورد نیاز بشریت است، که جریان جنگ ها، مخالفت ها، تروریسم، کشتار ها و ایرانی ها که توسط گروه طالبان و داعش و پاکستانی ها و دیگر خارجی های متحدشان چندین سال است که در کشور ما انجام داده شده و هنوز هم صورت، استخراج این معادن که ملت افغانستان در واقع مالک اصلیش هست صورت نگرفت.
خب همچنان از جمله پروژه های بزرگ دیگه در دوران حکومت داوود خان حفر تونل سالنگ و یا تمدید شاهراه کابل سالنگ مزار و سمت شمالی افغانستان. این هم از جمله پروژه های بزرگی بود که چند صد کیلومتر شمال جنوب افغانستان با شمال کشور ما نزدیک. همچنان ایجاد بانک های رهنی و تعمیراتی و انکشافی، یعنی انکشاف زراعت و تجارت که چندین بانک ایجاد شد بر اساس این پروژه ها که مثلا به دهاقین ما چطور قرضه بدن، رهن یا گروی یا قرضه و امثال هم و سهولت های مادی و تکنیکی را فراهم بکنن به دهقانان ما تا یا بتونن زمین های خودشان کشت کنن و حاصل بیشتر بردارن. از جمله مجموع ای بانک ها یکی هم دپشتنه تجارتی بانک، یعنی بانک تجارتی افغان که در شهر کابل، در قلب کابل موجودیت داره یا قرار داره، که از این طریق، از طریق همی تجارتی بانک تجارتی موضوعات، تبادل مواد، ارسال مسئول کالای تجارتی و امثال هم صورت میگره و صورت میگره. باید این نقطه را هم، البته دوستان عزیز، این تعداد از پروژه ها و زیربناهایی که نام بردیم یک بخشی از پروژه هاست. هنوز هم او پلان ها و پروژه هایی که در او زمان صورت گرفت در ظرف 10 سال حکومت سردار محمد داوود خان تا دو برنامه یا دو پلان 5 ساله، هنوز هم بخشی برنامه هایش مونده که در فهرست ما نیست. مگر به صورت فشرده باید بگوییم که همین پروژه هایی را که روی دست گرفته شد، بازم تکرار میکنیم که نظر به پروژه های امروزی که 20 سال اخیر به نام های مختلف با مصارف گزاف دلار و دینار در کشور ما صورت گرفت، او پروژه ها به مراتب مفیدتر بود و کمتر حیف و میل صورت گرفت و کمتر دست اختلاس و خیانت دخیل بود. ولی متاسفانه در 20 سال اخیر پروژه هایی که در افغانستان با تلتراک، با تبلیغات بسیار وسیع روی دست گرفته شد، از جانب NGO ها یا مؤسسات غیر دولتی و همچنان از طرف حکومت های به اصطلاح کمک کننده یا دونر ها و از طرف دولت افغانستان و مسئولین دولتی و تجارها و سایر منابع و افراد حیف و میل شد و بنیاد پروژه ها بسیار ضعیف. مثلا او خیابان هایی را که در زمان در آغاز حکومت یا دولت نوبنیاد افغانستان به رهبری حامد کرزی صورت گرفت، او پروژه هنوز 3 سال 4 سالش سپری نشده بود که باز هم به ویرانه مبدل شد، ناکاره ثابت گردید و از نظر اقتصادی مفیدیت برای مردم ما نداشت و یا ندارد. به هر صورت نقطه دیگری که خدمت شما عرض برسانم ویست که سردار محمد داوود خان طرفدار اقتصاد رهبری شده بود، یعنی اقتصادی که از طرف دولت رهبری شود و پلان گذاری شود، چنین اعتقاد داشت و به می دلیل بود که در چارچوب حکومت خودش یک وزارت دیگه را بنا کرد به نام وزارت پلانگذاری یا وزارت پلان، و در چوکات وزارت پلان و همچنان وزارت مالیه کمیته های مختلف یا کمیسیون های مختلف کاری را ایجاد کرد. مثلا کمیته مربوط به امور زراعت، کمیته مربوط به امور صنعت، به امور تجارت و امثال هم، که هر کمیته به جای خودش، به سهم خودش در این موارد مطالعه دقیق بکنه، پیشنهادهای خود، ضرورت‌های کشور مورد تحقیق قرار بده و پیشنهاد کنه به دولت. و چون این کارا انجام داده شد، باز هم در اون زمان مفیدت‌های خود داشت. خوشبختانه در قسمت نظامی عسکری باید ترسان
سردار محمد داود خان از ناحیه نظام عسکری افغانستان واقعا رنج می بود. بخصوص زمانی که خواست با کشور همسایه شرقی و جنوبی ما، کشور نوبنیاد، نوتاسیس و غیر منطقی به نام پاکستان که خدمت شما عرض کردم، رقابت بنا کرد بالای موضوع مربوط به پشتونها و بلوچها. احساس کرد که در برابر پاکستان که زیاد مسلح و زیاد توانمند هستند، خیلی نظام عسکری افغانستان ناتوان است. بنابر اون میخواست این نظام عسکری یا جنگی افغانستان مدرن بسازد و تقویت کنه و به عنوان یک نظام عسکری کارا در افغانستان با وجود بیاره که این نظام نظام کارا باشه، نظام مؤثر باشه. بازم در این قسمت ناتوانی های مالی و عدم همکاری و کمک های ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورهای توانمند موجب شد که داود خان باز هم همکاری از شوروی ها بخواهد. و در این قسمت کارهای انجام شد که در این بخش ها قبل از او در افغانستان بی سابقه بود. مثلا طی امضای قراردادهای بزرگ با جانب شوروی دیروز، وسایل مدرنتر از قبیل تانک، توپهای مختلف، تیاره ها، مرمی، وسایل جنگی وارد افغانستان شد. خب هرچند مورخین ما، تحلیلگرای ما و شخصیت های آگاه کشور ما، شخصیت های نظامی افغانستان ابراز نظرهای داشتن و دارن و میگن که شوروی ها بازن وسایل کهنه زمان جنگ دوم جهانی را به طرف افغانستان تسلیم دادن و سپردن. خب این ادعا هم درست است، ولی نظر به سابق افغانستان وقتی چنین سلاح ها را و وسایل حاصل کرد، باز هم به نظام عسکری افغانستان تازه داشت. همچنان به اساس امضای قراردادها فیما بین دو کشور، تعداد زیادی از جوانان افغانستان بخصوص در بخش های عسکری بورس های تحصیلی گرفتن و روانه خاک یا قلمرو شوروی دیروز شدن تا امور نظامی را بیاموزن، آماده رهبری و آماده خدمتگزاری و موضوعات عسکری در ساحه عسکری افغانستان شدند. تعداد این جوانها به صدها و هزارها رسید. رفتن و آموزش دیدن و برگشتن در قسمت قوای هوایی و زمینی افغانستان مصروف کار شدند. در عین زمان تعداد زیادی از مشاورین شوروی دیروز به نام مشاورین نظامی و یا متخصصین اقتصادی با کشور ما سرازیر شدند و مصروف تدریس صاحب منصبان افغانستان و مصروف رهبری و رهنمایی امور اقتصادی وطن ما شدند. هرچند که ثابت شد بعدها که تعداد زیادی از این متخصصین و به اصطلاح مشاورین نظامی و ملکی مردمان یا افراد و عناصر استخباراتی شوروی دیروز بودند، یعنی به منظور نفوذ در درون نظام عسکری و نفوذ در درون نظام ملکی کشور ما یا کار کردن به سود خودشان و به منفعت خودشان و باز هم به خاطر اهداف آینده خودشان که بعدها پس از کودتای نظامی سال 1978 میلادی این موضوعات کاملا روشن شد. خب در این حال این متخصصین و یا مشاورین شوروی با تأسف و اساس او قراردادهایی که امضا شده بود امتیازات بسیار بزرگی را حاصل کردند از نظر موقف و از نظر امور اقتصادی و مالی.
من حیث مثال یکی از انجینران خوب سرزمین ما که چندین سال در کود و برق مزار کار کرده بود و تجربه وافر داشت و این جانب گفت که در اون زمان که ما به عنوان انجینرهای داخلی افغانستان از پلی تکنیک و مؤسسات علمی برآمده بودیم و تحصیل کرده بودیم، وقتی در کود و برق کار میکردیم مثلا در هر ماه بیشتر از 4000 افغانی ما حقوق نداشتیم. اما در اون زمان یک متخصص شوروی که کمتر کارام انجام میداد و زیاد هم استراحت میکرد حدود 70 تا 80 هزار افغانی در ما حقوق میگرفت. خب یک نمونه کوچکی بود از امتیازات متخصصین و مشاورین شوروی دیروز. همچنان در بخش سلاح‌هایی را که از شوروی دیروز به افغانستان سرازیر شد، چون با این سلاح‌ها عسکر و افسر افغانستان آشنایی کامل نداشتن، تجربه استفاده از اون نداشتن، پس نیاز داشتن که مشاورین و متخصصین نظامی کشور شوروی در کنار از اینا باید حضور داشته باشه و اینا رهبری بکنه و آموزش بده و چنین شد. البته در بخش حضور و موجودیت این مشاورین و متخصصین شوروی دیروز، از جمله کارهای استخباراتی که انجام دادن قابل تذکر است که در اینجا بگوییم تربیت یا جلب و جذب یک تعداد از صاحب منصبان قوای زمینی و هوایی افغانستان و متمایل ساختنشان به جانب شوروی و بالاخره به طرف انجام کودتا بود که این بحث جداگانه و در موقعش البته خدمت شما عزیزان به صورت همه جانبه تر صحبت های خواهیم داشت. و اما در قسمت پول یعنی پرداخت این وسایل بزرگی که سرازیر شد به افغانستان، باید بگوییم که افغانستان پول نقد نداشت که به جانب شوروی بپردازد در برابر وسایل بسیار زیادی که به افغانستان آمد. به اساس قراردادهایی که امضا شد این قیمت این وسایل و وسایل از طریق ارسال تولیدات داخلی افغانستان با شمول گاز طبیعی افغانستان پرداخته می شد در هر ماه یا هر سال، که در اون بخش هم متخصصین افغانی خود ما و انجینران خود ما نظراتی دارن که گفته شده جانب شوروی گاز افغانستان به قیمت بسیار نازل به دست می آورد و یکی از جفاهایی که انجام داده شد متاسفانه با افغانستان ناتوان و فقیر او ای بود که میتر سنجش مقدار گاز نه در افغانستان بلکه در خاک شوروی دیروز نصب شده، یا به معنای دیگر ای شوروی ها بودند که بر جانب افغانستان اطلاع می دادند که چی مقدار گاز از افغانستان حاصل کردند. ای قسمت بسیار دردناک این قراردادها بود و سایر اشتباهات و غلطی ها و زیان هایی را که مردم افغانستان متحمل شدن که باز هم آیستا آیستا در مواقعش در این قسمت ها صحبت میکنیم. و اما در مورد مجموع مصارف که با عنوان قرضه البته جانب شوروی به افغانستان پرداخته بود، گویا هنوز هم از ارسال تولیدات جانب افغانستان ای پولهای قرضه و قیمت ای وسایل انجام نشده بود، کاملا پرداخته نشده بود. اینا همه نظر به احصائیه که بیرون داده شده مجموعا از سال 1955 میلادی تا سال 1978 میلادی که کودتای ثور به پیروزی رسید بالغ بر 5 میلیارد دلار بود، بیشتر از 5 میلیارد دلار. و آنچه را که شوروی ها حاصل کرده بودند از افغانستان تا او سال گویا تکافو نکرده بود قرضه یا حق جانب شوروی را. و بعدا اطلاع حاصل شد پس از سالهای 19 سالهای 20 یا بعد از تحول 2001 میلادی
که جانب شوروی گویا قرضه های گذشته خود و افغانستان بخشیده. من شخصا اطلاعی ندارم، از جزئیاتش هم نمیدانم و بیشتر نمیتونم در این مورد تبصره بکنم. و ما آنچه را میتونم تبصره بکنم و بگویم همین آلا ویست که وقتی شوروی ها کشور ما را اشغال نظامی کردند و میلیارد ها دلار زیان وارد شد به سرزمین ما و چندین میلیون انسان ما حیات و زندگیش خودشان را برباد دادن، این باید غرامت این جنگ تحمیل شده و اشغال شده را جانب شوروی میپرداخت که هیچ منبع و هیچ حکومتی تا امروز این تقاضا را به عمل ناورده. دوستان عزیز، سخنها و صحبتهای ما پیرامون برنامه های سردار محمد داود خان با عنوان صدر اعظم افغانستان بیشتر است و اون طوری که قبلا هم خدمت شما عرض رساندم و وعده سپردم، طی برنامه های آینده آیسته آیسته روی اشتباهات سیاسی و اقتصادیش و حکومت داریش تماس میگیریم و صحبتهایی خواهیم داشت که داود خان با آن که آرزوی انجام کارهای عمرانی و اقتصادی و انکشافی را داشت، اما چه شد که نتانست و موفق نشد که افغانستان از بنبست فقر و بیچارگی برهاند. پس صحبت خود ما را طی این برنامه بخش 85 نگاهی به تاریخ و فرهنگ افغانستان در همینجا به پایان میبریم و تا چهارشنبه آینده ساعت 7 شب بازم در خدمت شما با توضیحات بیشتر خواهیم بود. و اما قبلا عرض میکنم که یک عده از همتنان عزیز ما بسیار با عجله نظراتشان را ابراز میکنند، چنان که تا حال نظراتی را به دست آوردم که نوشتن که داود خان مثلا مخالف دموکراسی نبود، اگر داود خان نمی بود کشور به کام پاکستان میرفت و یا همسال هم. بازم این تقاضا را از دوستان هموطن عزیز خود دارم که لطفا با تحمل و با شکیبایی برنامه را بشنوند. ما سعی می کنیم همیشه که تمام گوشه های خوب و یا مثبت و منفی اجراعات و کارنامه های سردار محمد داود خان ابراز بکنیم بدون خوب و باز. پس با شما وداع می کنیم تا هفته آینده در کمال سلامتی و صحتمندی باشی با امید آزادی و آبادی کامل کشور عزیز ما افغانستان و رفاه مردم ما. وداع می کنیم، شاد باشید.